ابکیشان عزیز، اعضای محترم کلیسای نزاخ، شلوم. در مشربهای فکری حتی دینی ادهی را عقیده بر این است که انسان ابدا قدرتی برای انتخاب راه زندگی خود ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه مخصوصا در مذاهبی که مردم اعتقاد بر این دارند که خداوندی که همه توانه، خداوندی که دهنده زندگی و مرگ، خداوندی که همه راه های بشر به دست اوست، بنابراین اوست که همه چیز رو تعیین میکنه، من انسان کوچک هیچ وقت قادر نیستم به خودی خود اراده‌ای برای زندگی خود داشته باشم. در یکی از فرقه های مذهبی اسلام، فرقه معتزله، کسانی بودند که اعتقاد داشتند که حتی یک برگ درخت بدون اراده خداوند، بدون خواست او از درخت نمی‌افتد. بنابراین زندگی هر انسان اگر می‌خواهد موفق باشه، یا یک نفر بایستی دارا باشه، یک نفر فقیر باشه، همه به دست توانای اوست. از خودت تو انسان هیچ اراده‌ای نداری. اما جالب اینجاست، در جنگ های شش روزه اسرائیل بعضی از سربازهای بدوی عرب در این جنگ ها شرکت داشتن. یکی از اونها شروع به دوست همقطارش در جبهه میگوید ببینم شما یهودی ها چرا اینقدر علاقه به زندگی دارید؟ مگر نمیدانید که همه چیز به دست اللهه؟ تا یه نفر زخمی میشه میروید سعی میکنید که اون رو زنده نگه بدارید. اگر قرار باشه که این آدم زنده باشه، الله تصمیم میگیره، نه شماها. ببینید این عقیده این که همه چیز به دست اوست، بنابراین یک جنبه ایمانی داره ولی جنبه چی منفی هم داره. و خیلی از محققین اعتقاد دارن یکی از مسائلی که در دنیای شرق خیلی ها نتوانستن پیشرفت بکنن به خاطر همین عقیده است. خدا هر کار بخواد بکنه، من اراده ندارم. اگر بی سوادم اون خواسته، اگر بی کمالم او خواسته، اگر آدم میکشم او خواسته. همه این حرفا وقتی که شما به تورای امروز مراجعه بکنید میبینید اصلا خیلی فرق میکند دیدگاه تورا نسبت به این افکاری که در دنیا وجود داشته و دارد. تورا میگوید در پارشت رئه آنوخی، رئه آنوخی نوتن لفنخم هیوم برخا و کللا. میگه ببین، دقت کن، با چشم بینش تماشا کن، من امروز نوتن، من امروز پیش روی تو میگذارم، به تو میدم. چی رو میدم؟ برکت رو میدم. و برعکس برکت که لعنت باشد. ولی اتبرخا اشر تشمعون ال مصفات هشم الوکخم. میگه که ببین، خداوندی که صلاح یک انسان را میداند، میداند که چی برای یک انسان خوبه، در نقشه راه، نقشه زندگی، یعنی در تورا این راه رو به تو نشون داده. اگر در اون راه حرکت بکنید، زندگیت قرین موفقیت خواهد بود. و برعکس اگر نکنید، کلره از کلر میاد، کلر یعنی سبک، یعنی زندگی هیچ وزنی نخواهد داشت، زندگی به یک حالت منفی و لعنتوار در خواهد آمد. خداوند به انسان چشم عقل داده، دانایی داده و
روال زندگی ما، رویدادها، تجربیات، همه اینها بایستی انسان توجه بکنه و ببینه یک چیزی همیشه در اختیار ما بوده و اون آینده است. تصمیماتی که گرفته ایم اینها هستند که کیفیت زندگی را تعیین میکنن. اگران میبینا میگوید ببین، خداوند میگه نوتن، یعنی امروز من پیش روی تو میذارم، هر روز این فرصت رو داری، هر روز این قدرت رو داری که زندگی خودت رو از برکات، از براخاهای الهی پر بکنی. کیفیت زندگی رو کی تعیین میکنه؟ ما هستیم. ببینید ربی عکیوا خیلی قشنگ میگه، شما میدونید یک تضادی اینجا وجود داره بین دانش خداوند، خداوند که همه چیز رو میدونه، خداوند که براش زبان وجود نداره. درست ما انسان ها هستیم که میگیم گذشته، حال و آینده، و هشم چنین چیزی نیست. خداوندی که همه چیز در اوست، فقط چیزی نه به او اضافه میشه نه از او کم میشه. بنابراین زمان، خدا بی زمانه، یعنی چی؟ ابدیه. برای او گذشته وجود نداره، آینده وجود نداره. بر اساس این هر حرکتی که من انجام بدم، هر حرکتی که هر انسان انجام بده، هر تصمیمی که من فردا بگیرم، خداوند آگاهه. بنابراین من چون اون میدونه، چون اون تعیین کننده همه چیزه، بنابراین من هیچ اراده ندارم که تصمیم او رو انجام ندم. این یک مسئله است از لحاظ فلسفی. چطور من ممکنه خودم اراده، اون میدونه که من چی کار میکنم، پس چطور من اختیار دارم؟ خیلی جالبه، خود همین تورا آنوخی یک کلمه چیز، یک کلمه براخاس، آنوخی هشم الوکه خش رستی خمرس بیسرائیم، براخاس و نوتن هم یعنی عطا کردن، دادنه. و عجیب اینه که خدا میگه که نوتن خب براخا و کلالا، آیا کلالا میگه من هم براخا را به تو دادم و هم کلالا را. آیا میشه تن از تصور کرد که من چاره ای ندارم، یا براخار انتخاب میکنم یا که اون برکه او انتخاب کرده برای من؟ در اینجا ربی عکیوا حرف بزرگی میزنه، یا کل صفوی و رشوت نتونه. درسته، این چیزیست که هرمبان هم میگه، میگه که خداوند همه چیز رو میدونه، میدونه که در آینده تو چه کار خواهی کرد، اما اراده رو از تو نمیگیره، انتخاب رو از تو نمیگیره. تو میتونی هر کاری که بخواهی انجام بدهی، کیفیت زندگی خودت رو خودت تعیین بکنی. اگر قرار بود که شما در بند و زنجیر گذشته ها، اعمال گذشته، من این کار کردم، امکان این که بتونم تغییر بدم، تغییر بکنم، این گذشته رو وجود نداره. اگر چنین بود اصلا روز کیپور وجود نداشت. روز کیپور بسیار مهمه، به خاطر این که ما میایم تصمیم میگیریم، یعنی من انتخاب میکنم که گذشته من، یعنی آینده من مثل گذشته نخواهد بود، اعمالی که انجام دادم در گذشته در آینده تکرار نخواهم که خود را اصلاح خواهم کرد. این چیزیست بقیش که پوری وجود نداشت. میگه درسته همه چیز رو خدا میدونه، اما قدرت انجام و انتخاب رو از آدم نمیگیره و اجباری نیست که انسان اون را، چیزی که ما رو مجبور نمی کنه، چیزی که خودش میخواد انجام بده. در تمام دنیای فیزیکی و دنیای فکر بکنید جانداران، تنها انسانه که چنین قدرتی داره. تمام جانداران دیگر تابع چی هستن؟ تابع ژن‌هایی هستن، یعنی تابع آن چیزی که از ابتدا آفریده شدن میباشند، ولی نه انسان.
یک فیل رو در نظر بگیرید. فیل یک قدرتمنده، یک حیوان بسیار قدرتمنده. چطور موفق میشن این فیل رو وادارش بکنن که هر کار که انسان میخواد انجام بده؟ چطور موفق میشن که روی پیل سوار میشن و با یک چکش کوچک اون را یک طرف راست چپ ببرن؟ به خاطر اینکه از بچگی بچه فیل رو گرفتن، تو زنجیرش کردن، وابستش کردن و هرچی سعی کرده خودش رو آزاد بکنه نتونسته، اختیار نداشته از خودش، نمیتونسته خودش رو رها بکنه. بنابراین وقتی هم که بزرگ شده به همون حالت باقی مونده، فرمان بردار شده، با وجود قدرت‌های عظیم بدنیش که میتونه هر زنجیری رو پاره بکنه، انسان نمیتونه مثل اون بچه فیل رفتار بکنه. انسان قادره وقتی که خداوند میگوید من نقشه راه بدرات دادم، نقشه کار بدرات دادم، تشموت مصفات هشم الوکخم، اون چیزیست که خداوند وقتی که به ما داد اون پاداش اصلی در زندگی میگن سخر مصفا مصفا، اون احساس خوب رضایته درونه از انتخابهای خود، از انتخابهای درستی که توی زندگی میکنیم. امیدوارم خداوند به همه ما قدرت بده الان که در پیشواز ماه ایلول میرویم. ماه ایلول یک ماه مونده به روش هشانه و کیپور، این دو روزی که، این سه روزی که در حقیقت سه روز سرنوشت ساز در زندگی فردی هر یک از ما هستند، در زندگی خانوادگی ما هستند. میتونیم تصمیمات خوب بگیریم، انتخابهای خوب بکنیم و بیاییم در این ماهی که ماه سلیخوته، وقتی که برگردیم، ایلول یعنی تفحص کردن، تحقیق کردن، جستجو کردن، بتونیم تمام نقاط ضعف خود رو، کمبودهای خود رو بیاییم برطرف بکنیم و توی زندگی انتخاب خوب، یعنی سخر میسوا میسوا، وقتی انتخاب خوب بکنیم زندگی ما هم با معنا خواهد بود. زندگی که خواهیم دید خانواده ها دوستی و برکت توش خواهد بود، در جامعه همچنین. امیدوارم شبات پر از آرامش و نکویی در پیش داریم. شبات شلوم.